گفته های ایساف در مورد ادامه ماموریت نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال 2014 و تلاش پلیس پاکستان برای بازداشت خانواده های نیروهای ارتش ملی افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری این ساعت ما خوش آمدید. امروز دوشنبه 14 حمل سال 1391 خورشیدی برابر است با 2 اپریل سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. ادامه ماموریت نیروهای ایساف در افغانستان پس از سال 2014 بستگی به وضعیت امنیتی این کشور دارد. ایساف میگوید که چگونگی حضور نیروهای خارجی و فعالیت آنها پس از سال 2014 در نشست شیکاگو مشخص خواهد شد. پیش از این حکومت افغانستان از امریکا خواسته است تا در مورد حضور نظامیان خارجی و پایگاه های آنها در افغانستان معلومات دهد. در حالی که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از نیروهای آمریکایی در مورد حضور نظامی این کشور پس از سال 2014 معلومات خواسته و تاکید کرده است که نوع فعالیت و حضور این نیروها در مذاکرات پیمان راهبردی روشن نبوده است، مسئولان ایساف در افغانستان میگویند که ادامه ماموریت این نیروها پس از سال 2014 در افغانستان با همانگی حکومت افغانستان و بستگی کلی به وضعیت امنیتی کشور دارد. بسیار دشوار است که بگویم به چه تعداد از سربازان خارجی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. هر گونه ماموریت نیروهای بین‌المللی پس از سال 2014 بر بنیاد وضعیت امنیتی افغانستان، منطقه و توانایی‌های نیروهای امنیتی افغانستان صورت خواهد گرفت. اما بیشتر نیروهای خارجی نقش آموزش دهنده متخصصان نظامی را بر دوش خواهند داشت. هر گونه تقاضا بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت خواهد گرفت و بالاخره در این در نشست شیکاگو بحث صورت میگیرد و در پیمان راهبردی نیز گنجانیده خواهد شد. در همین حال سخنگوی ناتو داشتن پیمانهای راهبردی افغانستان با جامعه جهانی را به سود افغانستان میداند. باور او در نشست شیکاگو که تا 1.5 ماه دیگر برگزار خواهد شد درباره تمویل نیروهای امنیتی افغانستان و پیمانهای راهبردی این کشور بحث خواهد شد. امضای چنین پیمان‌های راهبردی از سوی ایساف، ناتو و کشورهای جهان نشان دهنده تعهد درازمدت آنها با افغانستان است. در همین حال ایساف میگوید در 3 ماه سال روان میلادی 17 سرباز ایساف در 10 رویداد جداگانه توسط سربازان امنیتی افغانستان کشته شدند که مخالفان مسلح دولت در این رویدادها نقشه نداشته است. به باور ایساف چنین رویدادها اثر ناگوار بر روحیه نیروهای افغان و مشترک دارد و با گفته او برای جلوگیری از این گونه رویدادها باید سطح رهبری نیروهای افغان تقویت شود و همانگی لازم میان نهادهای امنیتی به وجود آید. اما صدها تن از شهروندان کشورهای اروپایی در برابر مقر ناتو در بروکسل دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان از مقامهای ناتو خواستند تا به جنگ در افغانستان پایان دهند و نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. مظاهره کنندگان ناتو را یک سازمان متجاوز خوانده و میگویند به نام دفاع از منافع افغانها به این کشور حمله کرده است. مظاهره کنندگان ماموریت ناتو در افغانستان و لیبیا را انتقاد کرده و از این سازمان خواستند تا اشتباه حمله به سوریه را نکند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به خاطر ایجاد دفتر طالبان و گفتگو با مقامهای قطر در مورد گفتگوهای صلح به این کشور سفر کرده است. شورای عالی صلح میگوید که این دفتر با منظور مشخص ساختن یک آدرس برای طالبان جهت انجام گفتگوهای صلح ایجاد می شود. مقامها در شورای عالی صلح همچنان میگویند که هیئت حکومت افغانستان با مقامهای قطر روی ماهیت حقوقی این دفتر نیز گفتگو می کنند. پس به طریق درآمدن گفتگوهای صلح طالبان با آمریکا، زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به قطر می رود. یکی از اهداف آقای رسول به قطر گفتگو با مقامهای این کشور روی تحکیم روابط دو جانبه و مشورت در زمینه چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان گفته شده است. در رابطه با سفر وزیر خارجه و که در ترکیب هیئت از شورای عالی صلح هم هستند، بیشتر احتمال میره روی گشایش دفتر برای مذاکره و برای از اینکه یک آدرس روشن برای رهبری طالبا به وجود بیاید در قطر روی از این مسائل صحبت میشه. مقام ها در شورای عالی صلح میگویند که اکنون رهبران سیاسی طالبان در قطر حضور دارند و چندین بار گفتگو میان طالبان، حکومت افغانستان و امریکا صورت گرفته است. ایده از سیاسیون
رهبری طالبا اینها به قطر هستند و چندین بار اینها صحبت‌های مقدماتی برای ساختن اعتماد بین رهبری طالبا و ایالات متحده امریکا صحبت‌ها با اونا داشتند. در همین حال کارشناسان افغان میگویند که وزیر خارجه با سفر به قطر میخواهد نشان دهد که روند سال با طالبان هنوز هم در اختیار حکومت افغانستان است. سفر دکتر زلمی رسول وزیر خارجه با آقای استانکزی در قطر سفر اکتشافی و معلوماتی است که مقامات قطر در مورد طالبان چه دیدگاه و نظریاتی دارند، تا هنوز چی کارهایی در قطر انجام شده و در ضمن وزیر خارجه افغانستان و دولت افغانستان میخواهند طور نشان بدن که گویا ما در عمق قضایا داخل هستیم، مذاکره و مفاهمه را ما سمده ای به رهبری میکنیم نه کسان دیگر. هرچند حکومت افغانستان بر گفتگوهای صلح با طالبان تاکید میکند، اما طالبان همواره هر گونه صلح با حکومت رئیس جمهور کرزی را رد کرده و این حکومت را دست نشانده میدانند. از سوی دیگر طالبان آنچه ابهام در موضوع امریکا در روند گفتگوهای صلح میدانند، گفتگوهای صلح را با امریکا نیز به حالت تعلیق درآوردند. نزدیک به 1000 خانواده نیروهای ارتش ملی افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان زندگی میکنند. پلیس پاکستان بررسی ها را آغاز کرده است تا این خانواده ها را بازداشت و از این کشور اخراج کند. بر بنیاد گزارش رسانه های پاکستانی، با تازگی بیش از 300 ملا امام افغان از این ایالت نیز اخراج شدند. رسانه های پاکستانی نگاشتند که حکومت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در مورد پناهجویان ساکن افغان در این ایالت بررسی ها را آغاز کرده و تصمیم گرفته تا 929 خانواده افغان را که فرزندانشان در ارتش افغانستان کار میکنند از این ایالات خارج کند. مقام های پاکستانی میگویند بیش از 400 مقام دولت افغانستان نیز در ایالت خیبر پختونخوا به گونه غیر قانونی زندگی میکنند، اما وزارت دفاع ملی از این موضوع ابراز بیخبری میکند. پیش از این گزارش های به نشر رسیده بود که وزارت دفاع ملی برنامه هایی را برای برگشتاندن خانواده های نیروهای ارتش ملی از پاکستان به کشور روی دست دارد، اما این گزارش نیز از سوی وزارت دفاع ملی رد شد. حضور خانواده های نیروهای ارتش ملی در خاک پاکستان پس از آن بحث برانگیز شد که یک سرباز ارتش ملی که گفته شده خانواده‌اش در پاکستان است، دو ماه پیش بر روی سربازان فرانسوی در ولایت کاپیسا آتش گشوده که در نتیجه آن 4 سرباز فرانسوی کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. بر اثر دو انفجار در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 23 تن زخمی شدند. مقام های محلی در بغلان میگویند که در این رویدادها 23 تن بر شمول 7 فرد نظامی زخم برداشتند. گفته می شود که آمر جنایی پلیس بغلان مرکزی نیز در این انفجارها زخمی شده است. در همین حال وزارت معارف و پخش خبرنامه میگوید که در این رویدادها 12 دانش آموز نیز زخمی شدند. گزارش تحقیقی تلویزیون یک در مورد ارزیابی مشاوران رئیس جمهور کرزی واکنش های پارلمان و جامعه مدنی افغانستان را برانگیخته است. داشتن 110 مشاور را برخی از اعضای مجلس نمایندگان فاجعه بار دانسته و شماره از اعضای جامعه مدنی این موضوع را یک معامله سیاسی می دانند. گزارش تحقیقی تلویزیون یک نشان می‌دهد که معاش مشاوران رئیس جمهور کرزی از 1 تا 5 هزار دلار آمریکایی بوده و مصرف سالانه آنان به 4,200,000 دلار آمریکایی می‌رسد. در همین حال برخی از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد از این موضوع می‌گویند داشتن 110 مشاور برای رئیس جمهور کرزی زیانبار و فاجعه می‌باشد. بدون از اینکه بفهمند که مصرف از این مشاور چقدر است، موثریتش چقدر است، توانمندیش چقدر است، علم و فهم و استعداد و درک و داناییشان چقدر است، حتی با ماشهای بسیار گزاف اینا را استخدام میکنه و ایجادن جفا هست باقی ملت. و در حقیقت دفتر ریاست جمهوری خودش اتوریته رئیس جمهور با این کارش پایین میره، اما در بینش میبینین شاید مشاورین باشه که خود رئیس جمهور هم نشناسه که اونها کی هستن. من معتقد به این نیستم که ایران ما را به سر منزل مقصود برسانه و این نظام افغانستان را به سر منزل مقصود برسانه. من معتقد به این هستم که بالاخره انمی ملت علیه این نظام استاد خاطر شد.
در همین حال شماری از اعضای جامعه مدنی نیز در این مورد واکنش نشان داده، میگویند که شمار زیادی از این مشاوران بر بنیاد معامله های سیاسی تعیین شدند. افغانستان که حکومت صدای متاسفانه دی و تو مشخص و دل و منز که ویشتل سوایده تو تنظیمونه دی دوی راغلی دی قضای قوا هم دی قانون خلاف او اجرای قوا هم دی قانون خلاف من نخپل منزو که ویشتل یده. حامد کرزی با 110 مشاور در مقایسه با سایر رؤسای جمهوری کشورهای جهان بیشترین مشاور را دارا می باشد. آمارها نشان می دهند که رئیس جمهور ایران 35 مشاور، رئیس جمهور پاکستان 5 مشاور و رئیس جمهور تاجیکستان تنها 6 مشاور دارد. شاقاس دیق رئیس دفتر کمیسیون حل منازعات و ارتباطات مردم با دولت میگوید که صبغت الله مجددی در اعتراض به گماشته شدن صلاح الدین ربانی به حیث رئیس شورای عالی صلح از عضویت در شورای عالی صلح و کمیسیون حل منازعات استفاده داده است. وای بر رسانه ها میگوید که آقای مجددی این کار را اهانت به خودش میداند. در همین حال یک عضو شورای عالی صلح گماشتن صلاح الدین ربانی را به حیث رئیس شورای عالی صلح تایید نکرده و میگوید رئیس این شورا به زودی با تایید اکثریت اعضای شورای عالی صلح در حضور رئیس جمهور کرزی تعیین خواهد شد. اتاق تجارت و صنایع دولت را به دست داشتن در مافیای مواد سوختی متهم میکند و اقدام وزارت تجارت و صنایع بر بسته کردن برخی فروشگاه های گاز مایع را نیز محکوم میکند. معاون این اتاق میگوید که اگر دولت توانمندی دارد باید کسانی را محاکمه کند که به احتکار و انحصار مواد سوختی دست میزنند. تا هاب نوابی جزئیات میدهد. اتاق تجارت و صنایع بازداشت برخی از فروشندگان گاز مایع در بازار کابل را محکوم کرده و میگوید که دولت توانمندی تنظیم امور بازار را ندارد. به گفته معاون این اتاق، وزارت تجارت با این کار میخواهد تا به مردم کارکردهای خود را به نمایش بگذارد، در حالی که مسئولیت های اصلی این وزارت فراتر از همچو کار هاست. امو کسی که پرزن به هزارها تن مال میرن و انحصار میکنن و قدرت داره در منطقه و قدرت داره در همسایه ها و او را مردم آزار میتن، او را باید پیدا بکنن. اگر با او دولت شریک است و این کار را نمیکنن، باز آزاری یک دو نفر غریب و دو نفر مسکینی که او یک دبه گاز داره، این بسیار ناچیز است. به گفته الکوزای بهترین گزینه برای تنظیم امور بازار ایجاد رقابت شفاف در بازار است که این کار از توانمندی این وزارت دور از امکان است. اما وزارت تجارت ادعاهای اتاق تجارت را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که پرچون فروشان گاز مایع به اتهام گران فروشی دستگیر شدند و دولت در همچون موارد حق مداخله در بازار را دارد. ما از اول از عمده فروش پرسان کردیم، در صورتی که عمده فروش به 47-48 افغانی یک کیلو گاز برشان توزیع کنند، ما از خرده فروش و از دکاندار توقع داریم که 60 افغانی بالا گاز نفروشند. با گفته اتاق تجارت و صنایع، یکی از دلایل اصلی بلند رفتن بهای مواد سوختی ایجاد مشکلات کشورهای همسایه و بازرگانان افغانستان است که همواره این کشورها خواسته های نادرست اقتصادیشان را بر بازرگانان افغانستان تحمیل و دولت نیز توانمندی حل این مشکلات را ندارد. اما وزارت تجارت و صنایع میگوید که برخی از بازرگانان در حالت های اضطرار از نظام بازار سوء استفاده میکنند. برخی از اعضای مجلس نمایندگان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی را به ناکارایی متهم میکنند. این نمایندگان میگویند که اداره هیچ آمادگی بر رویدادهای طبیعی احتمالی ندارد و در انتقال خانواده ها از ساحات سیلبرد نیز توجه نکرده است. طاهر سدید گزارش میدهد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان از احتمال افزایش آبخیزی ها در تابستان امسال در برخی از ولایت ها نگران هستند. این نمایندگان میگویند حکومت به ویژه اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی برای کمک رسانی به باشندگان مناطق آسیب پذیر از سیلاب ها آمادگی ندارد. دیگه پای هوایی میشه که اگر ما بگیم که ما اینا را در منطقه دیگه انتقال میدیم، در کجا انتقال میدیم؟ نه زمین داره دولت، نه تو کدام خانه های رهایشی داره که اونا را بیاره در جای دیگه جابجا بسازه. در ولایت سرپل در مجموع شاید ولسوالی صیاد، ولسوالی کوهستانات، ولسوالی بلخاب، ولسوالی بخشای از ولسوالی سنگچارک و ولسوالی گوسفندی آسیب پذیر است. از سوی هم اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی 17 ولایت کشور را در سیلاب های امسال آسیب پذیر می داند. این اداره می پذیرد که آمار دقیق از خانواده ها و محلاتی که در معرض خطر هستند در اختیار ندارد. کسایی که در بستر دریاها خانه دارند، کسایی که در بستر درچه ها خانه دارند، اینا میدانند که مورد تهدید سیلاب قرار میگیرند. پیش از این نیز اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی از خانواده هایی که در بستر دریا و محلات سیلبرد زندگی میکنند خواسته بود
تا پیش سرازیر شدن سلاب‌های فصلی محلاتشان را ترک کرده و به جاهای امن پناه ببرند.